خب بله، خدمت شما عرض بکنم که تقریبا از تسلیحات سنگین حماس، از تسلیحاتی که مثلا راکت هایی که داشتن، چیزی باقی نمونده. اما امروز موشک به تل آویو پرتاب کردن. بله. آژیرهای هشدار به صدا در آمده در تل آویو. بله، ولی خب این راکت هایی که اینها در این چند روز شلیک کردن، خب ما در روزهای اخیر شاهد تقریبا، اگر اشتباه نکنم، یک هفته آتش بس تقریبا هفته، و این یک هفته این فرصتی رو ایجاد کرد برای حماس تا بتونه اون زرادخونه‌ای که در بخش جنوبی نوار غزه که هنوز اینها تا یه حدودی اینها تسلط دارن بر اون، اینها بتونن یک سری راکت هایی رو بسازن و این راکت ها رو بتونن شلیک بکنن. ولی خب عملا از نیروی پهپادی که داشتن، از اون پهپادهای انتحاری که داشتن، موشک های ضد تانک که داشتن، چیزی نمونده. یعنی اگر هم چیزی برای اینها باقی مونده، همون راکت هاشون هستش. و طبیعتا اگر جنگ متوقف بشه، دوباره اینها زمان خواهند داشت تا بتونن اون راکت هایی که شلیک کردن رو دوباره تولید بکنن با مواد اولیه که در زیر جنوب غزه دارن. ولی خب با این روندی که همکنون داره میره جلو و با توجه به این که یک فاز جدیدی شروع شده و حمله از جنوب نوار غزه شروع شده و قرار هستش که شهر خان یونس هم مورد تسلط اسرائیل قرار بگیره و به زودی این شهر تقریبا سه هفته تخمین زده میشه که این شهر هم خب به طور کامل تحت تسلط اسرائیل قرار بگیره، ما شاهد تضعیف شدید حماس خواهیم بود در منطقه شمال نوار غزه. خب قرار هستش که در تونل هایی که خب به حماس هنوز در اون پنهان هستن، با آب دریایی اون دریای مدیترانه‌ای که هستش پر بشه. و خب این مسئله هم به شدت بر روی نیروهای تماس اصلا حماس خب یک اثر منفی خواهد داشت. و خب پیش بینی میشه تا 2 الی 3 ماه آینده توان راکتی حماس به طور کلی از بین بره. و خب موشک های ضد تانکی هم که دارن ممکنه هنوز در جنوب نوار غزه اینها داشته باشن، ولی عملا زمین برای استفاده از اون با بمباران ساختمان های بلند و ساختمان هایی که اینها میتونن اصطلاحا برای پنهان شدن از اونها استفاده بکنن باقی نمیمونه و اینها متکی به تونل هایی خواهند بود که در نهایت با آب دریا پر خواهند شد.